سلام خدمت شما ناظرین، آرزومند هستم که لباس عافیت بدن داشته باشین و بیننده برنامه جدید ما باشین. دوست عزیز، امروز باز هم با یک برنامه جدید مهمان خانه های شما شدیم و شما میزبان هستید. با افتتاح دگدان نو، با پختن یک بیریانی، گلشاندن مهمان خانه هایتان شدیم. خدا کنه دوست عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کنین و از برنامه ما لذت ببرین. دوست عزیز، بریم که بریم داشپزخانه بیرون. ما همه چیز تیار ساختیم، دیگدان نو هم تیار ساختیم. اول دیگدان روشن میکنیم، مواد ضروری بیریانی رو برتان نشان میدم. دوست عزیزی، هم دیگدان نو ما که ما تیار دیگ و چاینک دیگ سرش ماندیم و چاینک از او پر کردیم که چوب هم در داخلش ماندیم که به خیر دهش آتش روشن کنیم و قدمش نیک بگیریم و از دیگدان استفاده خوب کنیم. قسمی که شما در تصویر دیدین، ما تمام مواد بیرونی رو سرمیز تیار کردیم، آماده ساختیم. از ترکاری تازه گرفته تا ادویجات تا برنج هم به اندازه خانه خودم سوپ تر کردیم که خوب وای بکشه. و دو عدد مرغ ذبح شده را دوست عزیز گرفتیم، پوستش را پس کردیم، پاک صفا ششتیم، توته کردیم و منظم ساختیمش از خاطر که از زیاد وقت جلوگیری شود. خب عزیزم، باید برتان یادآور شوم که مواد ضروری زیره خب باز ما وقتی که در دیگ اضافه میکنم یا در بیریانی میداختم برتان میگم که یک چیز بسیار مهم که به این ضرورت داریم عبارت از سویا ساس هست که این امو سویا ساس هست دوستا که ما برتان در ویدیو جور کردیم. یعنی اتا نیست که من سویا ساس بازار ندارم، از بازار هم دارم، منتها کیفیت که ای داره او سویا ساس نداره. یک بار دوستا شما در خانه تیار کنین، به طریق ما تیار کنین، ببینین که چقدر ازش راضی می باشین. دوستا عزیز، ما ایر از خاطر نگفتیم براتون که یک اعلان تجارتی شوه، ایر از خاطر ما براتون میگم که وقتی که ما از یک چیز راضی باشم، یعنی خوب کار به تبر ما، طبعا با شما عزیزایم که فامیل ما هستین هم شریک می سازم. دوست عزیز، قبل از اینکه ما برنامه را شروع کنم، دیگدان در بطرم، دیگدان روشن کنم، یک تشکر خاص میکنم از شما عزیزا که همیشه با کامنت و بالای کردن چینل ما را همراهی میکنین و از ما حمایت میکنین. و تشکر خاص از دوستای عزیز ما که نو به چینل ما پیوستن، چینل را لایک کردن، سابسکرایب کردن و تطمیه زنگوله را فشار دادن و با کامنت های مقبول مقبولشان ما را حمایت کردن. بسم الله، گفته دوستای عزیز، دیگدان روشن میکنیم، قدم از دیگدان نیک باشه که بخیر چینل ما جهان شد. دوستایی هم دیگدان بخیر روشن شد، اونا دود روش هم خوب کش داره، یعنی کار ما به نتیجه نماند. کوشش کردیم دوستا، نتیجه داد دیگه. بسم الله گفته شروع میکنیم در کار خود. تا که روغن داغ شود دوست عزیز، دو عدد پیاز میده میکنیم، دراز برش میزنیم به خاطر که به خاطر لواب و بیریانی کار داریم. ما پیاز میپرتم در یک کاسه. آن دوستا، نوبت بانجان و گشنیج است، بیره میده میکنم. دوست عزیز، قسمی که میبینین روغن داغ است، ما یک چند عدد میخه کردش اضافه میکنم و این یک چند سر شور میتم که سرخ شوه. و باید برتان یادآور شم دوستا که من اینجا کبگیر وطنی هم شکر پیدا کردم که خریدم به خاطر آشپزین، بسیار پشتدی سرگردان شدم. خب میخه کش شور میتیم چند سر، میبینین که میخه ده سرخ شدن است، سرخ شد. وقتی که میخه سرخ شوه به این رقم پوکانه پوکانه میشه. پشتش 4 قاشق غذاخوری تخم گشنیز زنده را اضافه میکنیم دوستا. این را هم سرخ میکنیم. وقت تخم گشنیز اضافه کردیم دوستا، دیدیم که سرخ شد. یک برگ بو اضافه میکنیم. حالا تمام گوشت مرغ در بینش اضافه میکنیم و سرخ میکنیم.
تمام از یاره دوستا خوب سرخ میکنیم. منتظر میباشیم تا که گوشت مرغ یک ذره سرخ. خب دوستای عزیز، من یک غوز سیره پاک کردم، سیره ششتیم، ایره میپرتم در داخل اونگ و یک کمک نمک بالایش اضافه میکنم که سیر ما نپره. ایره با اونگ میده میکنیم دوستا. سیر ما میده شدید یک طرف میمونیم ایزم. اول لیمو رو میگیریم ایزم. با شما ببینید دوستا که من چی وقتی لیمو رو میندازم در بریانی. حالا نوبت گشنیز است. یک خود گشنیز میگیریم دوستا، ایره هم میده میکنیم و لیموهای خودم میمانیم در بغل است. تمام مساله ما تیار شد. یک من زنجبیل تازه. زنجبیل تازه رو دوستا یک توته میگیرم. دوستا زنجبیل تازه رو هم میندازم در اون و با سیر میدیش میکنم. میبینیم گوشت مرغ آب خود خوش کرده. حالا ام سیر که میده کردیم این سیر اضافه میکنیم. حالا نوبت پیاز است. پیاز اضافه میکنیم. پیاز هم سیر میشیم. وقت پیاز اضافه کردیم دوستا، نوبت بادمجان رومی است. ایره هم تیار توته کردیم، اضافه میکنیم بالاش. ایره هم شور میکنم. و آره نوبت مساله است دوستا. یک قاشق چای خوری مرچ سرخ تند. یک قاشق غذاخوری مرچ کوبیده شده. یک قاشق غذاخوری زردچوبه. یک قاشق غذاخوری زیره دیک. و به قدر ضرورت هم نمک دوستا. مرچ تند، مرچ سبز تند است. این را هم اضافه میکنیم. سرده خود میکنیم. مدت 15 دقیقه این را سراخش میمونیم. حال باز نوبت دوره دوم مسئله است دوستا. یک قاشق غذاخوری پودر سیر. یک قاشق چایخوری نمک سیاه. یک قاشق چایخوری مرچ سیاه. و یک قاشق چای خوری هم ایل چای. باز تمامش را خوب مکس میکنیم. یه بار دیگه میمونیم که خوب لواب شود. سر دیگه پس بسته میکنیم. و باید یادآور شوم که آب برنج ما هم جوش است. یک قاشق چای خوری ایل چای اضافه میکنم. و یک قاشق پر غذاخوری هم نمک. خب جوش از دوستا ما برنج میارم در بینش میارم. برنج انداختم دوستا، ایده میمانم تا که کمک نرم. دوستا وقتی فرمی ما جوش هست سویا ساس در بینش اضافه میکنیم. حالا نوبت گشنی. یه قسمت گشنی که در وقت دم دادن اضافه میکنیم، دیگهش میمانیم به خاطر برنج. لواب بریانی را دم میتیم. دوستا برنج ما هم در جوش آمده. ببینید حال دانش یک دفعه میبینیم که به صاف کردن است. نیست یکمک وقت دگام کار دارم. خب دوست عزیز، برنج ما نرم شد، من برنج صاف کردم. آره نوبت قورمه است. من تمام از قورمه که به خاطر از بریانی آماده کردیم در یک ظرف جدا میکشم دوستا. خب دوستا برنج ما رو ما صاف کرده بودیم. آن کمک میندازم در زیر دیک به خاطر دم. حالا از گوشت را که ما شما قورمه برش جور کردیم، لواب جور کردیم، ای را در قاط از برنج میمانم. کمک لوابش را میندازم دوستا. آل دوستا برنج میاندازم به خرش. باز گوشت میمانم و لوابش هم میاندازم. حالا تمام از برنج به خرش میاندازم. حالا کمک رنگ دیک، رنگ که ما شما برای آشپزی استفاده میکنیم. حالا نوبت لیموی ماست. لیمو رو میمانیم. گشنیز تازه. مرچ زنده. مرچ زنده میمانیم.
نوبت فاطم جان رومی و ای هم دوستا مساله اصلی بریانی. بالای همش پاش میتیم با یک دیگ دمی دوستا دیگه دم میتیم. بسم الله گفتم. خب دوستا عزیز، تا که 20 دقیقه یا 15 دقیقه دم بریانی ما بخیر پوره شوه، تا او وقت ما گلای پتونی خریدیم، میخوایم در این گلدان ها بشانه بشه. شما مرم روی کنین عزیز. اول این گلدان جگری را بسم الله گفته میشانم. در یک بغل دوستا جگری شاندم، در این طرفش این کریمگک میشانم. حال از این خاک که مخصوص گل است دوستا، از این ها در بیخشان میپردم و خوب پچق میکنم بیخشان که اوا بریشیشان نره. اگر اوا بره بریشیشان بازی خود خشک میکنه، گل ما سبز نمیشه. خب دوستا عزیز، من مچ رنگ های زیار یاسمندی را با سفید مچ کردم، این دو رنگ با سرخ مچ کردم، گلابی را با گلابی و این کریمی را با جگری. حالا ازم کل زیار او میتم که گلام یه زیار ششته شدم که هم گرد خاک که در روی گل آمد او باید پاک شد. خب دوست عزیز، 15 دقیقه دم ما پوره شد. ما دیگه میبرم سر میز، بسم الله گفته سر شواز میکنیم، میبینیم که این بریانی ما چه قسم آمده. دوستا بسم الله گفته سر شواز میکنیم. به به، چی یک خوشبوییه. تمام برنج و مساله را با هم گرد میکنیم. بسم الله گفته بسم الله گفته دوستا در یه غوری کلانی رو من میکشم. آنه رومی و لیمورم دوستا میمانم در سرش و مرکو شهر هم میمانم. دوست عزیز، ای هم یک بریانی مزدار که سر دیگدان نو ما پخته شد، جای تک تک تان خالی. حالا ما کم کم میکشم بر اولادام. مثلا بیا بچین لیمون بانو بر تک بوده. اما برای چی بوده؟ بر موسیقی کام زندگی بچیم تو بخواب. این بانجانومیش دوستا دیگه باز یک مزه خاص خود داره. این برم سیبت کنم بانم نوشیکانت. اینی هم گوشت برنجت، اینی هم لیمون. خب حالا بخورین بچیم. خب دوستا عزیز، چی سفر کنم؟ زیاد مزه داره است. مزه داره است؟ نوشی کنم. دوستا، اونجای تک تک تان خالی به واقعیت مزه دار آمده، اما تو تند و تیز، اما تو مقبول دمدار دوستا، اما تو خوبش آمده، تند و تیز آمده دوستا. جای تک تک تان خالی ما استاستا میخوریم، دیگه شما رو به انتظار نمیمونم دوستا. شکر است که شما بودین در این برنامه کتمت و اولادا خال آمدن. خود برنامه امروز ما باز یک تشکر خاص از شما میکنم. شکر که شما در کنار خود دارم و خدا کنه که از برنامه ما لذت برده باشین. تا دیدار بعد، تا ولاغ بعد، تا برنامه بعد، به الله بی نیاز مسپارمتانه. ایام به کامتان. خدا حافظ ناصرتان. خدا حافظ.